سلام بچه‌ها، خوش اومدین سن دیوز و برگشتیم با یه پارت دیگه از داستانای واقعی. حتما حتما این ویدیو رو لایک کنین و کلی انرژی تو کامنت ها بهم بدین، خیلی ممنون. و این ویدیو هارم سوشیان دوباره دوبله کرده، لینک کانالش رو چیزی شده؟ سلام، من عباسم و من تا حالا موقع کسی رو نزدم. شاید چون خیلی کپولم یا شاید بخاطر اینکه دختر میبینم میشاشم تو خودم، ولی دو سال پیش یه شغل پیدا کردم که حقوقش 50,000 دلار بود و تو این فکر بودم که یه دافی هم تور کنیم. خب چون الان 32 سالمه و به جز ننم دیگه دختر ندیدم، برای همین رفتم سایت چت ناشناس ایران مهر و یکی از بین جوجوها حتی ناشناس ایران مهر مگه من چت میگفتی سوشی انتخاب کنم. من در حدی کسیس بودم که از آمریکا پاشدم رفتم روسیه تا آتنا رو ببینم خدا. که 22 سالش و خیلی سفیده و انگلیسی هم بلد نیست، ولی اینا حالا به هیچی. بابا من ریده بودم تو خودم چون همه آلتم هم میکردم، ولی آتنا فرق داشت. اون خیلی به هم احترام میذاشت، حتی وقتی من اسمسای طنز مجله عنوان هم براش میخوندم میخندید. حالا اینا به کنار، ما اصلا لب نمیگرفتیم و فقط میرفتیم شهر بازی کوس گلک بازی. من میدونستم که اون عاشق خرج کردن، منم که خب دیگه اوج کوسیسی و اون هر چقدر پول میخواست دو دستی میگفتم بفرما. وقتی برگشتم آمریکا بازم براش اسمس های طنز میخوندم و اون هر میخندید. منم خب خیلی حال میکردم وقتی میخندید، بر همین بهش گفتم که آقا بیا آمریکا، منم ویزا و پاسپورت تو اوکی میکنم. و وقتی که اومد خونمون منم دلو زدم به دریا و گفتم لبو بده. تا قبل ازدواج هیچ لعنتی نداریم. بعدش اومد لپمو بوس کرد و نمیدونم چه کوچری بود، ولی فکر کنم فرهنگش اینطوریه که تا قبل ازدواج لب نمیدم. روسیه اینجوریه، بعید میدونم، ولی مهم نیست چون من عاشق کوسلیسی بودم و بهش افتخار میکردم. احترام میذاشتم. مولا مصب همینطوری خرج میکرد، حتی وقتی میرفتیم شهرفند بازم مثل سگ خرج میکرد و من اهمیتی نمیدادم. حتی یه بار رفت 2,000 دلار کوسوشر خرید، ولی خب سفیدتر از اون ندیدم. برای همین گفتم آقا به جای این کوسلیسی ها اصلا بیاد با من ازدواج میکنی؟ اونم گفت بله. چند روز بعد ما با هم ازدواج کردیم و شبش مثل سگ باهاش لعنتی کرد. ولی خب نمیدونم چرا فرداش کسخل شد بهم گفت کسخلش چاق. بخش فکرم اوضاع بیریخ بوده یا نمیخوام در موردش اصلا بحث کنم. فکرم خوشش یه چیز، حالا نمیدونم، خودتون فکرم فهمیدن چه اتفاق افتاده، ولی زیاد دیگه حال نکرد. آه خلاصه اصلا پشمام ریخته بود، خایفنگ شده بودم. ماها گذشت منم خایفنگ. بعد کسکش رفت گیرین کارت گرفت، دیگه گیرین کارت هم گرفت، دیگه نیازی نداشت بمونه آمریکا. دیگه یه روز اومدم خونه دیدم خونه خالیه، حرومزاده رفت هر چی خریده بود با پولم فروخ. به اندازه 20,000 دلار رید به پولم. منم نمیدونم کدوم قبرستونیه حرومزاده. بهش پندادم سیچیان ترسوش خیلی خورد شده سری داستان. گفتم کدوم گوری؟ گفت دیگه زنگ نزن وگرنه میگم لاتای روسیه بریزن سرت. منم دیگه اعصابم تخمی شد و دیگه حتی وکیلم هم گفت دیگه ریدی و نمیشه جمعش کرد. ولی خب از لحاظ قانونی ما هنوز زن و شوهریم و فامیلیم روشه. من امیدوارم هر چی زودتر بشه از این کوچکش طلاق گرفت. نصیحت منم بهتون اینه که دیگه خیلی کوسیسی نکنین که بده. مرسی بابت نصیحت زیبا دوستان. این اصلا همین خوبه، همین داستانه فان خوبه. دمت گرم سوشون، عالی بود، دوبلت حرف نداشت. سلام، من سوزان و من دارم درس میخونم که معلم انگلیسی بشم، ولی دانشگاه های آمریکا خیلی گرونه و همین الانش هم 40,000 دلار بدهی دارم خدا. و حقوق معلم هم ریده و فکر کنم تا آخر عمر باید بدهی بدم. ولی بالاخره یه کار عجیب گیر آوردم و قراره که آدم ها رو ببینم و باهاشون حرف بزنم. بعضی وقتا هم شبیه قرار میشد، ولی در کل میشه گفت یه گفتگوی باحال یا رفتم به اوپرا. و اینکه من خونهشون نمیرم و این صرفاً یه قراره. بعضی وقتا هم اونا میخوان من یه جوری وانمود کنم که دوست دخترشونم و میخوان که به جوکاشون بخندم، یه جوری که انگار عاشقشونم. ولی تازگی ها یکی رو دیدم که میخواد منو هر هفته ببینه و من تصمیم گرفتم که یکم تو مجازی باهاش چت کنم. داستانش نفهمم الان چه کاری با بقیه میره بیرون. خب بهت پول میدن، چجوریه جریان چیه؟
و من فهمیدم که این دوستمون ازدواج کرده و 3 بچه داره و واقعا الان یکم قاطی کردم و مطمئن نبودم که الان داره با زنش چه گوهی میخوره. منظورم اینه که ما صحبت میکردیم و توی رستوران غذا میخوردیم و ولی انگار یه جای کار میلنگید و دفعه بعد که هم دیگر رو دیدیم ازش پرسیدم که زنت از این کارا خبر داره؟ اون توضیح داد که اونو زنش خیلی وقتی که رابطهشون خرابه و الان فقط با بچه هاشون زندگی میکنن. من مطمئن نبودم که راست میگه نه، ولی اون گفتش که اگه میخوای میتونیم بریم پاریس مسافرت. حقیقتا من یکم ترسیده بودم، آخه سفر با یه غریبه، اونم به یه قاره دیگه، به هیچ وجه. و من تصمیم گرفتم که دیگه هیچ وقت با اون قرار نذارم. بلاک حرفمو بد برداشت نکنید، اون آدم خوبی بود و دکتر بود و توی بیمارستان کار میکرد، ولی الان اون 35 سال از من بزرگتر بود، پس نه ممنون. یا خدا، من میدونم که شغل عجیبی داشتم ولی به اون شکل هم بد نبود. خب من چجوریه؟ جریان چیه؟ فقط مثلا بهشون به جوکاشون میخندن و اینو پول میگیرن؟ واو، یعنی جدیدایی. با این حال باز من به کسی پیشنهادش نمیکنم، چون ممکنه یه دفعه یه کسخلی رو ببینین و آشنا عذاب در بود شما رو کسخل تر کنه. ولی خب من خوششانس بودم خدا رو شکر و هیچ تجربه بدی نداشتم. من کاملا شکسته شده بودم و اگه الان برای استارباکس 8 ساعت در روز کار میکردم حداقل میتونستم پول اجاره رو در بیارم، ولی الان باید یه وقتی رو پیدا کنم که همزمان با کار کردن درس هم بخونم. دوتا از هم مدرسه یا هم توی ماشین زندگی میکنن و اونا نمیتونن پول اجاره خونه رو بدن و میگن که واقعا خیلی توی شب اذیت کننده است و اونا همیشه باید نگران باشن که یه دوزی نیاد شیشه رو بشکنه و وسایلشون رو برداره. من دوست ندارم اینطوری زندگی کنم. خیلی برای من آسون تر میشد که برم به قرارهای علکی با آدمای پیر، مخصوصا چون تو جایی که کار میکردم از نظر امنیتی اوکی بود و هر خری نمیتونست بیاد، پس من از اون لحاظ شغل امنی داشتم. مردایی که من باشون قرار میذاشتم بعضی وقتا $200 به هم میدادن که فقط باهاشون چند ساعت صحبت کنم. من فکر میکنم اونا واقعا منو دوست دارن، چون من تحصیل کرده بودم و همیشه میتونستم از سیاست و تاریخ حرف بزنم. یعنی چی دوستم دارن؟ نمیفهمم. پول میدادن دوستت داشت؟ یعنی پول میدادن تو وانمود کنی دوستشون داری؟ یعنی چی؟ نمیفهمم. ولی البته من به پدر و مادرم راجع به شغلم چیزی نگفتم، اونا خیلی محافظه‌کار و جوری بودن که خیلی زود قضاوت میکردن. اگه پدرم جایی که با پیرمردا قرار میذارم و پیدا کنه احتمالاً دیگه منو بچه‌ش نمیدونه. مثلا یهو باباش میاد. در حال حاضر فکر میکنه من ناامیدم، چون من تصمیم گرفتم که معلم دبیرستان بشم به جای دکتر. اون میگه که بچه‌های من یه روزی توی فقر بزرگ میشن و این تقصیر منه. ولی اون به اندازه‌ای که فکر میکنه آدم خوبی نیست، چون وقتی که $300,000 که از پدرش به ارث برد و توی کلاهبرداری به گاداد میخواست دوباره سری پولدار شه و از قبلم بدتر شد. من میتونستم با اون $300,000 کل شهریه دانشگاهمو بدم، ولی به جاش کار کردم و در نقش دوست دختر الکی قرار میذاشتم با مردای 60 سال به بالا. معذرم اینه که لطفاً به این فکر نیفتید که این شغل رویایی منه. من ترجیح میدادم بشینم تو خونه لش کنم یا برم با دوستان بیرون، ولی نمیتونستم اینا رو انجام بدم به خاطر اینکه بابام هیچ وقت بهم یاد نداده بود چطوری پولامو مدیریت کنم. همه کاری که اون میتونست انجام بده این بود که از دخترش انتقاد کنه که به اندازه کافی بلند پرواز نباشه. وقتی به بابام فکر میکنم عصبانی میشم. شاید براش عکس بفرستم که با پیرمرد رفتم بیرون و زیرش بنویسم دوست پسر جدیدم. که چی؟ مثل اون داستانه که دختر لپاش سوراخ کرد. قشنگ یاد همون افتادم. میدونم که این ممکنه دیوونش کنه و اون واقعا سزاوار همچین چیزی هست. خب وقتی تو این داستان هم اینای همچین چیزی هست، یعنی احتمال زیاد تو ذهن اکثریت کسایی که مثلا لجشون میگیره با اون باباشون همچین فکرهای میاد تو ذهنشون. یا نه این فقط چون خارجه اینجوریه، همچین چیزای آپدیت شده ای تو ایرانه، مثلا یه چیزای دیگه ای به ذهنشون میرسه. اگه به ذهنتون چیزی میرسه حتما تو کامنت. چون که سال پیش اون و مادرم از هم جدا شدن، چون مادرم بابامو در حال لعنتی با کلفتمون دید. من اولش نمیتونستم باور کنم، چون که بابا همیشه راجع به پیوند مقدس ازدواج سخنرانی میکرد و خلاصه آدم مذهبی. بزرگتر که شدم فهمیدم بابام کاملا یه آدم دروغ گشه. اون همیشه یک شنبه ها ما رو میبرد کلیسا. چرا موش اینجوریه؟ ولی موش چرا این مدلی پشتش هم داشته؟ اون همیشه یک شنبه ها ما رو میبرد کلیسا که دعا کنیم، ولی الان که میبینم اون حتی به مقدساتش هم باور نداره. من نمیکنه ندارم.
امیدوارم که خیلی ساده بتونم نظر بابامو از اون چیزی که فکر میکنه هستم عوض کنم، ولی این خیلی آسون نیست به خاطر چند دلیل. من همیشه دارم بهش فکر میکنم و میخوام که اون به من افتخار کنه، ولی در کل بیاید تو کامنت ها بهم بگید اگه میتونستید یه دوست دختر الکی برای مردای بالای 60 سال میشدید یا نه. تو کامنت ها بگین فقط، ولی لازم نیست اون بابایی که تو داری اصلا بخواد بهت افتخار کنه، اوضاع خود بابا بیختره. سلام، من جولیان هستم و این داستان راجب خواهر ناتنی کشمه. وقتی 9 سالم بود ننم دوباره ازدواج کرد و شوهر جدیدش اوکی بود، ولی بچهش دختر 12 ساله گوه بود. گوه یه بار که داشت می اومد تو اتاقم گفتش که میخوای یه شباد بازی ببینی؟ گفتم خب باشه، و گفتش که ببین باید پاتو ببندی به تخت. من اولش یکم پشمام ریخت و اون گفتش که بچه نباش. منم گفتم خب باش. وقتی پامو بستم اومد تو اتاق و گفت سلام، به نمایش من خوش اومدی، امروز ما میخوام این همه سر گوگلی مگولی رو غیب کنیم. من یکم پشمام ریخت و گفتم با او ک*ش نکن. بعد تلاش کردم تنم رو باز کنم ولی خب نمیشد. بعد جاروبرقی رو روشن کرد و زرت همه سر رفت. وای بدبخت. من مثل سگ عربده میزدم و زار زار گریه میکردم، و بعد از تلاش های فراوون بالاخره پامو باز کردم و رفتم ببینم اون بیزبون چه شده، ولی نتونستم پیداش کنم. و ک*** اومد گفتش که ایسکات کردم ریدی، و همه سر هنوز زنده است. بعد اونو از لای ممهاش در آورد و دیگه چی بگم، اون همچین آدمی بود دیگه. منم ایسکا کردم. شما ایسکا شدین؟ اگه ایسکا شدین حتما این ویدیو رو لایک کنین. چیه؟ و گوه زده بود به زندگی. بعد وقتی 17 سالش بود گورشو گم کرد و بعد حامله شد و یکی رو زایید، و بعد از اونی که زایید خوشش نیومد و پرتش کرد خونه ما، و بعد مامانم هم مجبور شد از کارش استعفا بده تا از بچه نگهداری کنه، با اینکه خب پول خوبی هم در می آورد، ولی داستانی استعفا بده دیگه. پدر ناتنی من مهندس نرم افزار بود و به نظر نامردیه که ننم از بچه مراقبت کنه، چون اون بچه حروم زاده است، به نظرم باید بابای ناتنی اخراج میشد. ولی خب من نمیتونستم چیزی بگم چون اون با بزرگ کردن بچه حال میکرد، ولی بعدش سرطان گرفت و ماها تو بیمارستان بود. منم مجبور بودم بعد مرسه از بچه مراقبت کنم، و واقعا از اون بدم میومد، از بچه نه یعنی از اون مادر لعنتیش، و با اینکه حتی دیگه با ما زندگی نمیکنه ولی اون اثر تخمیش هنوز هست. همون موقع هم رابطه بابا ناتنی با ننم شکراب شده بود، و به جای کار کردن این میرفت عرق خوری و آخرش هم از کارش اخراج شد، و ما دیگه نمیتونستیم از پس مخارج خونمون بر بیاییم. و خلاصه بهتون بگم، ما رفتیم یه آپارتمان یه طبقه و همه اینا تقصیر اون ونسا حرامزاده بود. کرخرت سگچ دختر گاوی بوده. آه یعنی از اون داستانه یه که میخواد برینه تو حسابمون. و 6 ماه بعد مادرم مرد. اون نزدیکترین آدم به من بود. من کسی رو از دست دادم که واقعا به هم اهمیت میداد. و بعد ونسا اومد اینجا چون جایی نداشت که بمونه، و وقتی بهش گفتم که حداقل به بچت یه نگاه بکن قبول نکرد، و منم اعصابم تخمی شد و گفتم این مسئولیت تخمی توه، و اون فقط میخندید و به من گفت به پای بخ شیرت خوش نشه. اون فرداش دوباره رفت و زد همه طلاها ها و گردنبنده مامانم رو برد. دزد حرومزاده که میگن اینه. وای مامانم خیلی اهمیت داشتن و اونا رو به من داده بود. 2000 دلار تنها دارایی بود که از مامانم مونده بود و رفت هوا. من دیگه رد دادم و وسایلم رو جمع کردم و رفتم دنبال خونه خودم. بابا ناتنی هم کار پیدا نکرده بود، پس خودش باید از نوش مراقبت کنه. ولی من دلم برای اون بچه میسوخت. من برای آخرین بار گریه کردم و بغلش کردم. اون بچه زندگی تخمی با همچین مادری خواهد داشت، ولی زندگی خودم مهمتر از این خانواده تخمیه. مامانم و بابا ناتنی هیچ دارایی نداشتن و برای پولشون هیچ برنامه‌ای نداشتن، و وقتی بگایی پیش می اومد اونا کاری نمیتونستن بکنن. اونا یه پرستارم واسه اون بچه نتونستن بگیرن یا یه پزشک خوب برای سرطان مادرم.
همه چی نابود شده بود و من باید مراقب همه چی می بودم و این برام خیلی زیاد بود. خب البته که دیگه پدر ناتنی هم، حالا من چیز نمیگم، ولی وقتی زنش سرطان بگیره دخترش هم از اون بره چیوش، خب معلومه واقعا افسرده میشه پدرش. حالا ولی باید قوی می بود پدرش، هم ضعیف بود حس میکنم. قوی باشی نمیشه اوکی؟ هر اتفاقی هم میفته ببخشینا، من مثلا سر یه سری اتفاقات سری مثلا یا هر چیز میشه میرن دنبال سیگار یا اینطور چیز چرت و پرت و اشغال پاشغال و حالا مشروب یا حالا هر چیزی، بعد من به خاطر این درد و اینجوری شده. اصلا اینا بولشت محضه. خب کسی که نخواد استفاده از اینجور چیزا بکنه، هر چقدرم حالش بد چه سمت اینطور چیز میزه اصلا نمیره، چون من پسری گل یاد بگیرین یه خورده. آره در آینده میگم اگه اتفاق افتاد اینجوری اصلا نرین سمتش، آره خوب نیست. چی آموزش میدم من؟ خلاصه بهتون بگم، من بعدتون رو نمیخوام و فقط میخوام چند تا توصیه بهتون بکنم. یک، پولتون رو نگه دارید و استریمرا رو دونیت نکنید. و دو، دوستایی پیدا کنید که فورتنایت بازی نمیکنن، چون زندگی خیلی سخته. من فورتنایت میخوام بازی کنم. گود بود، خوشم اومد، واقعا لذت میبرم. بیا هر روز بشینیم داستانه واقعی با هم دیگه ببینیم، حال کنیم. خب بچه‌ها امیدوارم خوشتون اومده باشه از این قسمتم. لایک و کامنت و نظراتتون حتما حتما فراموش نشه. دمتون گرم که تا اینجا با من همراه بودین و تا قسمت بعدی خدا رو نگهداری شما.